سلام و خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم با مجموعه کوتاه خبری این ساعت رادیو آزادی. زلزله به مقیاس 7.5 درجه ریشتر جنوب آسیا را تکان داد. در افغانستان، پاکستان، هند و در بخش‌های از آسیای میانه این تکان شدید احساس شد. در پاکستان مرگ ده‌ها تن تایید شده و احتمال می‌رود ارقام تلفات افزایش یابد. بیشترین تلفات در چترال و سوات که مناطق کوهستانی شمال غرب پاکستانند به مردم وارد شده است. در این حال مقام های هندی از تکان شدید زلزله امروز در دهلی نو و برخی مناطق دیگر خبر میدند، اما تا حالا هندوستان از وارد شدن تلفات و خسارات گزارش نداده است. دو افسر پلیس ترکیه در یک درگیری با جنگجویان مظنون گروه داعش کشته شدند. در این درگیری که امروز در شهر جنوب شرقی دیاربکر رخ داد، چهار جنگجو نیز از پا درآمدند. مقام های ترکیه گفتند که شاید این جنگجویان در دو بمبگذاری انتحاری حدود دو هفته پیش در یک راهپیمایی طرفداران کرد در انقره دست داشته باشند. در این بمبگذاری ها بیش از 100 تن کشته شده بودند. و 2000 پناهجوی غیر قانونی امروز به اسلوونیا، کشور کوچک از اتحادیه اروپا و پیمان شنگن رسیدند. آنها منتظرند تا پس از ثبت نام شدن در آنجا اجازه ورود به اتریش و آلمان را دریابند. ورود این پناهجویان که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستان هستند در حال صورت می‌گیرد که رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان در مورد یک پلان 17 ماده‌ای درباره پناهجویان توافق کردند. بیشتر نگرانی از این جهت مطرح شده که آب و هوای کشورهای اروپایی خیلی سرد شده و امکانات برای پناهجویان هم محدود است. بر اساس گزارش ها از آغاز امسال بیش از 670 هزار شهروند سوریه، افغانستان و عراق خود را به صورت غیر قانونی به اروپا رساندند. تشکر که با ما همراه بودید. این خبرها و تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. تا بعد، وقت خوش، خدا نگهدار. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5.